به نام خداوند بخشنده مهربان. دوستان خوبم سلام. اولین جلسه از دوره درس ساختمان داده ها و طراحی الگوریتم در خدمت شما هستیم در گروه بابان. در اولین بخش من یک مرور کوتاهی دارم روی مباحث و سرفصل هایی که با هم دیگه مطالعه می کنیم. یک مقدار در مورد برنامه کلاس براتون توضیح میدم و منابعی رو معرفی می کنم خدمتتون. عزیزان من، سرفصل هایی که لازم هست ما با هم مرور بکنیم و در آنها پیش بریم، من سریع مرور کنم سرفصل ها رو به این صورته. ما از بررسی دنباله ها و رشد توابع شروع می کنیم. دنباله ها و رشد توابع یعنی ما دنباله هایی مثل n به توان 2، 2 به توان n، اینها رو بررسی می کنیم و نمادهای مجانبی، نمادها یعنی علامت هایی مانند علامت تتا، علامت او بزرگ، علامت او کوچیک، علامت اومگای بزرگ، اومگای کوچیک رو معرفی میکنیم خدمتتون. این که مثلا وقتی ما میگیم اف عضو او بزرگ جی هست، این یعنی چی؟ این به چه معناست؟ و سرعت رشد این وسط چه کاره هست؟ اینها رو اول با هم دیگه مطالعه میکنیم. همونطور که میدونید بچه ها، این بخش یک خب اصلا میتونیم بگیم که خود ساختمان داده ها نیست، پیش زمینه ورود به درس ساختمان داده هست. ما از این علامت ها استفاده میکنیم برای اینکه زمان اجرای الگوریتم های مختلف رو با هم مقایسه بکنیم، بگیم که مثلا زمان اجرای این الگوریتم به شرط اینکه تعداد ورودی هاش n تا باشه، n تا ورودی بهش بدیم، از چه مرتبه ای هست، و بتونیم اینها رو با هم مقایسه کنیم که کدوم الگوریتم مرتبه اجرایی خوبی داره، زمان اجرای خوبی داره، کدومش زمان اجرای مناسبی نداره. به هر حال ما باید با یه سری از این علامت های ریاضی آشنا باشیم. بعد میریم سراغ حل روابط بازگشتی در قسمت دو. خب این هم برای مثال خیلی وقتا ما تی ان رو به معنای زمان اجرای الگوریتم در حالتی که تعداد ورودی ها ان تا باشه، تی یعنی تایم، تی ان یعنی تایم مورد نیاز برای ان تا ورودی. خب ما اغلب مواقع تی ان رو به شکل مستقیم نداریم، ولی تی ان رو بر حسب تی ان دوم داریم، بر حسب جملات کمتر از خودش داریم. به این میگیم یک رابطه بازگشتی. مثلا رابطه تی ان مساوی دو تا تی ان دوم به علاوه ان. خب این یک رابطه بازگشتی هست، ما باید بتونیم این رو حل کنیم، زمان اجرای الگوریتممون رو از اینجا به دست بیاریم. برای حل روابط بازگشتی ما از درخت بازگشت کمک میگیریم، مفهومی به نام درخت بازگشت رو معرفی میکنیم. بعد متوجه میشیم که این درخت بازگشت لزومی نداره رأس بشه، در واقع روش جبری یا ریاضی وجود داره برای حل اینها که قضیه اساسی و قضیه آکرا، قضیه آکرا و بعد در کنارش در حالت خاصش قضیه مستر یا همان قضیه اساسی معروف. اینها چیزهایی هستند که ما برای حل روابط بازگشتی نیاز داریم. البته روابط بازگشتی دو دسته هستند. رابطه بازگشتی مثل این رو بهش میگن غیر خطی، به خاطر اینکه غیر خطیه، به خاطر اینکه جمله انوم رو بر حسب جمله ان دوم داریم. بین ان و ان دوم یه قدم و دو قدم فاصله نیست، خیلی فاصله هست. اما اگر رابطه بازگشتی شما مثلا به این صورت باشه که تی ان، تی برای انتا برابر بشه با مثلا دو تا
تی NMN های یک به علاوه تی NMN های دو. خب این میشه رابطه خطی بهش میگن. جمله انوم جمله NMN های یکم یه قدم بینشون فاصله است، جمله NMN های دو تا جمله N دو قدم فاصله داره، اینا رو میگیم خطی. به هر حال ما هم باید خطی ها رو بخونیم هم غیر خطی ها، اما معمولش اینه هست که در درس ساختمان داده بیشتر با غیر خطی ها سر کار خواهیم داشت. خب بعد میایم روش تقسیم و غلبه رو میخونیم با هم. روش تقسیم و غلبه به این معناست که من یک مسئله بزرگ رو میخوام حل کنم، مسئله ای که تعداد ورودی هاش انتا هست، میخوام این مسئله بزرگ رو حل کنم. روشی استفاده میکنم که این مسئله رو به زیر مسئله های کوچکتر میشکنه، مثلا به دو تا زیر مسئله به طول نصف. میگه اول برای این دو تا قسمت مسئله رو حل میکنیم، بعدن جوابها رو یه طوری با هم ادغام میکنیم تا جواب نهایی به دست بیاد. پس زمان اجرا برای N برابر است با همون زمان رو باید بذاری این نصفه رو حل کنی، همون زمان رو هم دوباره باید بذاری این نیمه رو هم حل کنی. پس دو تا تی N دوم، دو تا زمان مورد نیاز برای N دوم، برای مسئله ای که اندازش نصف شده. بعد خب بعد که جواب این دو قسمت به دست اومد، یه طوری باید این جوابها رو تلفیق کنیم تا جواب مسئله اصلی به دست بیاد. این تلفیق کردن هم حالا در هر مسئله یه مقدار زمان میبره، اینجا به علاوه یه مقدارم اینجا زمان میذاریم، اون اسمش FN بهش میگن، بخش ناهمگن. حالا ممکنه کسی در روش تقسیم و غلبه مسئله رو به سه بخش تفکیک کنه، اشکال نداره، اون وقت رابطه بازگشتیش میشه سه تا تی ان سوم، نه به این صورت. خب به هر حال ما یه سری از مسئله ها رو با روش تقسیم و غلبه حل میکنیم، مسائلی مانند ضرب اعداد بزرگ، به توان رسوندن عددها، معروفاش اینا هستن بچه ها، معروفاش اینا هستن. تقسیم و غلبه مثلا برای ضرب دو تا عدد n رقمی در هم به مسئله معروف ضرب اعداد بزرگ بهش میگن، یا مثلا برای محاسبه آب توان n، یه عددی رو میخواد ماشین به توان n برسونه، چطور به توان برسونه که سریعتر به جواب برسه. به هر حال این و همچنین مرتب سازی ها هم مثل مرتب سازی ادغامی، اینها هم درشون از روش تقسیم و غلبه کمک میگیریم که خب اون بحث خودشو داره. به هر حال یه سری مسئله های معروف هست که ما با روش تقسیم و غلبه اونها رو حل میکنیم، اینجا معرفی میکنیم، حالا همشون رو من ننوشتم، تعدادشون رو نوشتم براتون. بعد از اینکه روش تقسیم و غلبه رو مرور کردیم، یک مقدار بحث آماری با هم دیگه میخونیم، مقدار متوسط، یعنی همون امید ریاضی. مثلا میگوییم به طور متوسط، میگوییم به طور متوسط چند بار، چند جابجایی لازم است، به طور متوسط چند جابجایی لازم است تا یک لیست مرتب شود، یک لیست مرتب شود. بچه‌ها چرا میگم به طور متوسط؟ به خاطر اینکه این بستگی به لیستمون داره. اگر لیستی که به من دادی به این صورت باشه، چند تا جابجایی لازمه تا این لیست مرتب بشه؟ هیچی، هیچ جابجایی لازم نیست. تعداد جابجایی های مورد نیاز میشه صفر تا جابجایی. اگر لیستی که به من داده شده به شکل 2-1-3 باشه، با چند بار جابجایی این مرتب میشه؟ فقط با یک جابجایی، کافیه 2 و 1 جاهاشون رو با هم عوض بکنن. پس برای این نمونه فقط یک جابجایی. بعضی وقتا هم دو تا جابجایی لازمه، مثلا اگر لیست ما به شکل 3-1-2 باشه، با چند بار جابجایی میشه این لیست رو مرتب کرد؟ خب هم باید 1 و 2 جاهاشون رو با هم عوض بکنن، هم بعدن 1 و 3 جاشون رو با هم عوض بکنن. اینجا برای این دو تا جابجایی،
پس میبینید بعضی وقتا صفر تا جابجایی، بعضی وقتا یه دونه جابجایی، بعضی وقتا دو تا جابجایی. حالا متوسط، به طور متوسط چند تا جابجایی؟ به طور متوسط چند تا جابجایی؟ خب وقتی مسئله بزرگ میشه بچه ها، وقتی تعداد اعدادمون، لیستی که داریم به جای 3 تا عدد n تا عدده و n عدد بزرگی هست، این مقدار متوسط ها رو چطور حساب میشه کرد؟ اینجا از مفهومی به نام امید ریاضی باید استفاده بکنیم. پس اینجا یه مفهومی هست به نام مفهوم امید ریاضی. امید ریاضی، امید x، امید مثلا اگر x تعداد جابجایی ها باشه، ما امید x رو میخوایم، مقدار متوسط x رو میخوایم. اینجا یه سری از این بحث‌های آماری لازم هست انجام میدیم با هم. بعد شروع میکنیم، بعد از اینکه این مقدمات رو گفتیم، تا اینجای کار یعنی توی این 4 تا بخش ما مقدمات ریاضی و آمار احتمالی موضوع رو میچینیم و از 5 به بعد بحث اصلیمون رو آغاز میکنیم، یعنی درس ساختمان داده های اصلی رو آغاز میکنیم. بچه ها، من یه توصیه خیلی مهمی که براتون دارم این است که قطعا نیاز هست شما دوره ریاضیات پایه رو تهیه بکنید و تماشا بفرمایید. این قطعی هست بچه ها، قطعی هست. اگر دوره ریاضیات پایه‌ای که براتون تدارک دیدم رو تماشا نکنید، درد سرتون میشه، خودتون به سختی میفتید. در این درس وقتی نیست که من خیلی بحث‌های پیش زمینه های ریاضی رو توضیح بدم و خودتون هم خسته میشید مدام بخواید به این موانع برخورد کنید. بنابراین حتما اول دوره ریاضیات پایه رو تهیه کرده باشید و تماشا کرده باشید و که بتونید توی این درس راحت پا به پای من جلو بیاید و استفاده کامل ببرید، یعنی وقتتون به شکل مفید در خدمت درس باشه. خب حالا بحث مرتب سازی، خب همتون میدونید ماجراش چی هست. ما یه لیست به طول n داریم، معمولا لیست دیگه آرایه هست، ما n تا عدد داریم، مثلا عددهای 5 و 7 و 9 و 1 و 16، مثلا این چند تا عدد رو به من میدن. طول لیستمون رو معمولا بهش میگیم n، n تا، n میتونه بزرگ یا کوچک باشه. میخوایم ببینیم این عددها رو چطور میشه مرتب کرد. حالا معمولا وقتی ما میگیم مرتب، منظورمون صعودی هست، از کوچک به بزرگ هست. مرتب، کلمه مرتب که میگیم، منظورمان به شکل صعودی مرتبه، به شکل صعودی است. مثلا الان اینها رو من مرتب کنم، 1, 5, 7, 9 و 16 میشه، میگن مرتب. حالا البته که بچه ها، البته که اگر بخواهیم میتوانیم به شکل نزولی مرتب کنیم، منتها خواستم بهتون بگم که استاندارد واژه مرتب در تمام منابع ساختمان داده، وقتی میگن لیست مرتب، منظورشون صعودی مرتبه، از کوچیک به بزرگه، از کوچیک به بزرگ. بسیار خوب، حالا این مرتب سازی روش های مختلفی داره. خب بعضی از این روش ها بر پایه مقایسه پیش میرن، یعنی روش ها دو نوعند، میشه در دو دسته کلی اینها رو طبقه بندی کرد. بعضی از این روش ها روش های مقایسه ای هستند. خودمونم که میخوایم یه لیست مرتب کنیم، ما مقایسه ای فکر میکنیم. یعنی الان مثلا من چشمم به 5 و 7 و 9 اینا میفته، اینها رو دارم با هم مقایسه میکنم، نه تو ذهنم. مثلا میبینم یک از همشون کوچیکتره، بعد یکو میارم ابتدای لیستم قرار میدم، بعد بقیه رو مقایسه میکنم با هم، میبینم 5 از همه کوچیکتره، 5 رو میارم. خب این دقیقا همون کارهایی هست که الگوریتم های مرتب سازی مقایسه ای هم انجام میدهند. الگوریتم های مرتب سازی مقایسه ای باز انواع و اقسام دارن. مثلا مرتب سازی درجی رو با هم میخونیم که مرتب سازی خوبیه، منتها موقعی خوبه که طول لیستتون کم باشه.
اگر لیست کوچیک داره بهش بدید، مرتب سازی درجی روش خیلی خوبیه، ولی برای انهای بزرگ نه، برای انهای خیلی بزرگ روش خوبی نیست. بعد دیگه مرتب سازی انتخابی سلکشن سورت رو با هم میخونیم، مرتب سازی ادغامی مرج رو با هم میخونیم و زیادن، تعدادشون زیاده، اینها رو با هم میخونیم. اینا همه بر اساس مقایسه انجام میدن کارهاشون. و بعد سوالاتی از این قبیل که چند تا مقایسه لازمه، چند تا جابجایی لازمه تا لیست مرتب بشه، این روش بهتره یا اون روش بهتره، این روش کمتر جابجایی انجام میده یا اون روش کمتر جابجایی انجام میده و از این قبیل سوالات، مرتبه اجراشون، مرتبه زمانیشون چی هست، اینها رو با هم دیگه میخونیم. یه سری روش هم داریم غیر مقایسه‌ای، اینا روش های جالبی هستند. معمولا ذهن ما آدم ها از این روش ها استفاده نمی کنه. روش های غیر مقایسه‌ای یعنی چی؟ یعنی اصلا به مقایسه این دوتا عدد با هم نیازی ندارن، از یک روش دیگه استفاده می کنن، این لیست رو مرتب می کنن برای ما. منتها این غیر مقایسه‌ای ها بچه ها نیاز دارن که نوع داده ها مشخص شده باشه، مثلا داده ها حتما عدد طبیعی یا صحیح باشند. اگر اعشاری باشن، یه تعدادی از این روش های غیر مقایسه ای از کار میفته، مثلا فقط مخصوص اعداد طبیعی هن یا فقط مخصوص اعداد صحیح هن، متوجه شدید؟ یه سری دیگه ازشون فقط مخصوص اعدادی هستن که 3 رقم اعشار باشن، حتما باید فرم داده ها مشخص شده باشه براشون. بنابراین اینا مقایسه نمی کنن، اما از فرم داده ها استفاده می کنن. اینها از فرمت داده ها استفاده می کنن، از فرمت داده ها کمک می گیرن. و روش هایی داریم، روش های غیر مقایسه ای معمولا زمان اجراشون هم خیلی خوبه، خطی هن معمولا. به هر حال اینا رو اونجا با هم دیگه میخونیم. بعد یک روشی هم معروفه هم میخونیم به نام روش کویک سورت. روش کویک سورت از اونجا که روش خیلی کارآمدی هست، مقایسه ای هستا، ولی چون روش خیلی کارآمدی هست برای انهای بزرگ، اون رو مفصلا با هم میخونیم. بین این روش ها یکی مرج سورت، یکی کویک سورت رو مفصل بررسی میکنیم. از روش های غیر مقایسه ای میتونم به روش غیر مقایسه، مثلا روش لانه کبوتری رو نام ببرم که بر مبنای روی اعداد طبیعی قابل اجرا هست و از این قبیل. حالا انشالله به موقعش اینا رو میخونیم با هم. بخش عمده ای از کار ما رو این روش های سورت میگیرن. میدونید چرا سورت مهمه؟ چرا مرتب سازی مهمه بچه ها؟ میدونید چرا مهمه؟ به خاطر اینکه در بسیاری از کاربردهای روزمره الگوریتم مرتب سازی لازم میشه. مثلا شما از نقشه خوان میخواهید که کوتاه‌ترین مسیر رو به شما نشون بده، از مقصد به مبدا با کمک جی پی اس مثلا. خب اونجا ایشون در داخل اون برنامه وقتی مسیرهای مختلفی رو پیدا میکنه، بعد چطور کوتاه‌ترین مسیر رو باید پیدا بکنه؟ خب باید مقایسه کنه، باید مرتب کنه مسیرها رو، بعد مثلا بگه این مسیر طولش اینقدر، این مسیر اینقدر، این مسیر اینقدر، یه نوع ترتیبی بزنه که مینیمم اینها رو به شما بده، که بعد اگر شما خواستید بگید که نه این مسیر رو نمیخوام برم، پیشنهاد بعدی رو دوباره بهتون بده. بنابراین مقایسه کردن، مرتب سازی، اینها خیلی جاها لازم میشه. به همین خاطر اینها الگوریتم های مهمی هستند و در کتاب های مختلف ساختمان داده یه بخش عمده ای از کتاب مربوط به روش های مرتب سازی هست. یکی مرتب سازی، یکی جستجو، اینا خیلی کاربرد دارن در همه الگوریتم هایی که ما مردم به شکل روزمره استفاده میکنن. خب بچه ها، بعد توی بحث مرتب سازی ما مینیموم رو میگیریم، ماکسیموم رو میگیریم، میانه هم بعضی وقتا مهمه. میانه چند تا عدد، مثلا میانه، میدونید که
مثلا این عدد 7 اینجاست، عددهای 2 و 4 قبلشن، عددهای 10 و 200 بعدش هستند. عدد 7 چرا میانه هست الان تو این لیست؟ چرا این عدد میانه است؟ به خاطر که تعداد این طرفی ها با تعداد این طرفی ها برابره، تعدادی که در چپ و راست این عدد قرار میگیرن با هم برابره. میانه با میانگین فرق داره. میانگین مثلا این 200 الان بشه 2000 روی میانگین اثر میذاره، ولی روی میانه اثر نمیذاره. میانه هنوزم 7ه، عددی که تعداد سمت راستی ها و تعداد سمت چپی هاش با هم برابر باشن. تعداد اینها براش مهمه، نه محتوای اینها. تعداد اینها براش مهمه. اینا دو تا دونه هستن. اگر من به جای 200 2000 هم بنویسم، بازم اینا دو تا دونه هستن، دو تا عدد بزرگتر از 7 داریم. ولی میانگین به مقدار تک تک این عددها بستگی پیدا میکنه. معدل اون با میانه فرق داره. به هر حال پیدا کردن میانه خوبیش به اینه که وقتی شما میانه یک لیست رو پیدا میکنی، میتونی بگی که اون لیست به لحاظ عددهای بزرگ و عددهای کوچیک یه حد وسطی براش پیدا کردیم. نصفشون از این عدد بزرگترن، نصفشون از این عدد کوچکترن. به این صورت منظورم این هست. نصف که میگم منظورم بجز خود میانه، بقیه رو دارم میگم. خب به هر حال مفهوم میانه و چطور میانه رو پیدا میکنیم. آماره ترتیبی یعنی چی؟ آماره ترتیبی ببینید بچه ها، کوچکترین مینیموم رو، مینیموم یعنی کوچکترین عضو اون لیست رو که خب میدونید بهش میگن مینیموم، مینیموم رو با کلمه ایکس پرانتز یک هم نشون میدن، یعنی کوچکترین عدد این لیست. بعد از مینیموم دومین کوچکترین عدد این هست، دومین کوچکترین عدد به این میگن ایکس پرانتز دو، یعنی در این لیست ایکس ها این دومین کوچکترین عدده. به اینها میگن آماره های ترتیبی. پس وقتی میگم آماره ترتیبی، یه منظورم اینه پیدا کردن کاومین کوچکترین عدد. کاومین کوچکترین عدد، اولین کوچکترین عدد که خود مینیمومه، دومین میشه بعد از مینیموم، سومین میشه بعد از اون دوتا و الی آخر. خب بعد فصل 5، فصل بعدی راجبه، میام دیگه سراغ دقیقا ساختارهای داده ها. داده های ورودی به یک برنامه، وقتی به یک برنامه ورودی میخواید بدید، داده ها رو میخواید بهش بدید، این داده ها ممکنه به شکل صف، به شکل پشته، پشته میدونید این شکلیه، مثلا این به این صورت قرار میگیرن روی هم، بعد موقعی که میخواید برداری، اونی که آخر از همه قرار دادی اول از همه بر میداری. ولی صف چه شکلیه؟ صف مثل صف نونواییه تقریبا. داده ها از این سمت وارد، اولین داده میاد اینجا قرار میگیره، داده بعدی پشت سرش قرار میگیره، داده بعدی پشت سرش قرار میگیره، بعد موقعی که میخوای اینا رو برداری از این طرف بر میداری. پس اولین ورودی اولین خروجی هم هست، فیفو، نه؟ اینجا نظام فیفو برقراره، اولین ورودی اولین خروجی هم هست، فیست فیست، یعنی اولین ورودی اولین خروجی. ولی این نه، این آخرین ورودی اولین خروجی شماست، آخرین ورودی اولین خروجی شماست. لیست پیوندی هم ما یک نوع لیست هایی داریم که آرایه نیستن. توی آرایه ها بچه ها، توی یک آرایه خونه ها اندیس دارن، شماره گذاری دارن. مثلا این A1 یعنی خونه اوله، این A2 یعنی خونه دوم، A3 یعنی خونه سوم، A4 خونه چهارم. مثلا شما میدونید که اگر اینجا 5 قرار گرفت، اینجا 6، 7 مثلا بعد خونه بعدی قرار بگیره دیگه. اندیس رو اندیس ها کار میکنید. یا اگر بخواید وسط این لیست رو انتخاب کنی، میدونی کدوم شماره است، 1 به علاوه n تقسیم بر 2، اون اندیس وسط، آدرس خونه وسطی رو میدونی کجاست. اما توی لیست پیوندی این شکلی نیست. لیست پیوندی
شبیه چیه؟ یه سری اتاقک اینجا هست، یه سری اتاقک هایی هستن، هیچ کس از بیرون نمیتونه کل اینها رو ببینه، ولی بهش میگن شما وارد این اتاقک که شدی، اولا محتوای یعنی کلیدی که در این اتاقک هست رو نشونت میدیم، بعد اگر خواستی بیای بیای این میای تو اینجا، بهت میگم که بعد از این اتاقک بعد سراغ کدوم اتاقک بری. اینجا یه اشارهگری هست میبرتت به اتاقک بعدی، نکستش یعنی بعدیش. بعد وارد این که میشی دوباره که محتوا کلیدی که توی این خونه هست رو میتونی ببینی، و حالا بعد از این خونه بعد سراغ کدوم خونه، کدوم گره برم، بعد بیا ببینی نکست این کدومه، نکست این ممکنه مثلا شما رو بیاره به اینجا. برابر اینا لیست پیوندی، یعنی همچین چیزی، لیست های پیوندی یک سویه داریم، دو سویه داریم. کسی نمیتونه بگه که از همون اول بگه که محتوای گره سوم را میخواهم بخوانم، نه اینطوری نیست. شما باید اول وارد اینجا بشی، بعد اگر میخوای به سومی برسی باید سه قدم حرکت کنی، یک دو سه، ولی اینجا میتونی مستقیما بری سومی رو صدا بزنی و بخونی. میدونید پس لیستای پیوندی یه فرقی دارن با آرایه ها، حالا نقاط قوتی دارن، نقاط ضعفی دارن. خیلی خوب، بعد یه مفهومی به نام جدول درهمساز رو با هم میخونیم که اینجا راجبش صحبت نمی کنم. مفهومی هست که بعد به موقعش راجبش صحبت بشه. جداول درهمساز، توابع درهمساز، هش تیبل، اینها چون یک کمی تخصصی داره اون موقع خودش راجبش صحبت میکنیم. درخت جستجوی دودویی از اون مباحث خیلی، درخت بی اس تی خیلی خیلی مهم در ساختمان داده ها. بچه ها درخت جستجوی دودویی یک نوع چینش اطلاعات روی یک درخته. البته حواستون باشه که به لحاظ فیزیکی درختی وجود نداره در حافظه کامپیوتر. درخت رو من و شما میکشیم برای اینکه ما بهتر بفهمیم که اونجا داره چه اتفاقاتی میفته. در حافظه کامپیوتر همون لیست وجود داره، فقط اری وجود داره، آرایه‌های یک بعدی، دو بعدی، الی آخر وجود داره، ولی نحوه چینش اونها به لحاظ ریاضی به شکل یه درخت میشه نمایش داد که بهش میگیم درخت جستجوی دودویی. همونطور که از اسمش پیداست، درخت جستجوی دودویی فایدهش اینه که جستجو کردن رو راحت میکنه. اگر شما یک لیست به طول صد داشته باشی، بعد بخوای ببینی آیا در این لیست شما عدد 17 هم ذخیره شده یا نه، چاره ای نداری مگه اینکه دونه دونه نگاه کنی، اولین خونه، دومین خونه، سومین خونه، ببینی آیا 17 هم اینجاها لابلای اینا هست یا نیست. اگر این لیست رو مرتب کرده باشند میتونید سریعتر هم پیداش بکنید، اگر مرتبش کرده باشند. اگر نامرتب باشه چاره ای نداری که جزی که دونه دونه خونه ها رو نگاه بکنید. حالا درخت جستجوی دودویی چون کلیدها گره ها رو به شکل قشنگی میچینه توی گره های خود، کلیدها رو مرتب میچینه داخل گره های خودش، جستجو کردن یک عدد در داخل اینها بعداً راحت میشه. به جای اینکه n تا مقایسه لازم داشته باشه، log n تا مقایسه لازم داره، تعدادش رو خیلی کاهش میده که انشالله به موقع میخونیم راجع به درخت جستجوی دودویی. بعد در کنار درخت جستجوی دودویی ما کلی درخت های دیگه هم داریم که به درد میخورن. ما باید با هر کدوم از اینها به لحاظ اون چیزی که در از ریاضی گسسته راجع به درخت ها میدونیم و اون چیزی که الان توی ساختمان داده ها میخوام استفاده کنیم، این درخت ها رو بشناسیم. ارتفاعشون چقدره، تعداد برگاشون چطوریه، کدومشون درخت کاملن، کدومشون درخت فول هستن. بچه درخت های ویژه مثلا غیر از درخت بی اس تی که خودش درخت ویژه هست، درخت ای وی ال رو داریم که البته بچه ای وی ال همون بی اس تی متوازن هست، یعنی درختی که درخت جستجوی دودویی باشه متوازن هم باشه بهش میگیم درخت ای وی ال. بعد درخت قرمز سیاه داریم دیگه، هیپ ها رو داریم، هرم هیپ ها به درد ایجاد صف اولویت میخورن. وقتی داده ها رو در مثلا مین هیپ ذخیره کرده باشی،
میتونی به راحتی مینیمم لیست رو صدا بزنی. اگر از یه آرایه بخوای مینیممش رو صدا بزنی ممکنه طول بکشه. مثلا از این آرایه من بخوام مینیمم رو پیدا بکنم، باید اول یه نفر بیاد مثلا مینیمم اینها رو برای من پیدا بکنه. یه مقدار زمان میبره اینجا، از مرتبه N زمان میبره، یعنی نیاز به N تا مقایسه احتمالاً هست. ولی مثلا اگر مین هیپ درست کرده باشی و آرایه ها رو، داده ها رو در مین هیپ ذخیره کرده باشی، صدا زدن مینیمم با یه حرکت انجام میشه. هر کدوم از اینها یک چی دارن؟ یک مزیتی دارن. به خاطر این ما این ساختارهای داده ای رو میخونیم. خب مین هیپ داریم، مکس هیپ داریم، درخت ترای رو میخونیم با هم که اونم باز یه جور ذخیره سازی استفاده از به اصطلاح بچسب زدن گره ها برای ذخیره سازی اطلاعات. خیلی خوب، اینها رو بچه ها، درخت های ویژه رو بعد از انشالله بعد از انواع مرتب سازی ها و ساختار های داده، صفحه پشت و اینها، صفحه پشت و لیست پیونده میخونیم. بعد از اینها میریم یواش یواش سراغ درس طراحی الگوریتم، یعنی یواش یواش بحث های ساختمان داده ای ما میره که کاربرد خودش رو نشون بده در طراحی الگوریتم. حالا میریم مسئله های کاربردی حل کنیم با هم. این مسئله های کاربردی بیشترش بهینه سازیه. مثلا یک سارق میخواد بره از جای دزدی بکنه، بهتر کدوم کالاها رو برداره با توجه به محدودیت ساکی که همراشه تا بیشترین سود رو انجام بده؟ یا در خط تولید یک مونتاژ یک کارخونه، برای اینکه وقتی چند تا خط مونتاژ با هم کار میکنن یکیش مشغول، بقیه جا دارن که فعالیت کنن، چطور قطعات رو بین اینا پخش کنیم تا بیشتر استفاده رو از خطوطمون ببریم؟ یا همون کاربرد هم نقشه و جی پی اس همه استفاده میکنیم، کوتاه‌ترین مسیر بین دو نقطه رو چطور پیدا میکنه؟ من و شما شاید راحت پیدا کنیم، کامپیوتر چطور میفهمه که این مسیر کوتاه‌ترین مسیر بین دو تا نقطه است؟ برای حل چنین مسئله هایی دو تا متد وجود داره در اینجا دیگه وارد مبحث طراحی الگوریتم یواش یواش داریم میشیم. دو تا متد کلی وجود داره، روش های حریصانه و روش های پویا. روش حریصانه روشی هست که از همون ابتدای کار یک سورتی اولش هست، یه نوع مرتب سازی یا امتیاز بندی اولش هست، بعد طبق همون اولویت و طبق همون امتیاز بندی انتخاباشو آغاز میکنه. اما در روش پویا اینطور نیست. در روش پویا ما به شکل پویا حرکت میکنیم، میگیم که اگر اینو بردارم چی میشه، اگر اینو بر ندارم چی میشه، بعد بین این دوتا کدوم بهتره. ببین این ایده کلی تمام سیستم های پویاست. اگر از این راه برم بعدش چه اتفاقی میفته، اگر از این راه نرم چه اتفاقی میفته، خب بعد کدومش بهتره. همیشه روش های پویا با یه نوع مینیموم گرفتن اگر بحث هزینه باشه، یا یک نوع ماکسیموم گرفتن اگر بحث سود باشه پیش میرن. اینها رو انشالله با هم میخونیم با مثالهای متنوعش. یک مثال خیلی معروف روش حریصانه کد هافمن هست که با هم میخونیم. و در روش پویا مثلا مسئله LCS مثلا بزرگترین زیر رشته مشترک بین دوتا رشته، بین دو تا دنباله. اینا دو تا مثال از متد ها هستن. بعضی از مسئله ها رو هم به روش حریصانه میشه حل کرد، هم به روش پویا. بعضی از مسئله ها نه، فقط روش پویا براش جواب خوب داره، روش حریصانه به جواب بهینه براش نمیرسه. مثلا مسئله کوله پشتی اگر از در حالت پیوسته از 0 تا 1 باشه، باید با روش پویا، عذر میخوام، حریصانه حلش کنیم. اگر 0 و 1 مجموعه 0 و 1 باشه، باید با روش پویا حلش کنیم. کوله پشتی بازه 0 و 1، کوله پشتی مجموعه 0 و 1. کوله پشتی 0 و 1 یعنی مثلا شما وقتی که یک کیسه گندم دارید جایی، میتونید از این کیسه گندم همش رو بردارید،
میتونید 25 درصدش رو بردارید، 25 درصد اینو بردارید، میتونید 45 درصدش رو بردارید. ببینید 0 تا 1 انتخاب دارید، یعنی از این میتونم هیچی بر ندارم، میتونم همش رو بردارم. این بازه اعشاریه. اما وقتی که یک مثلا مجسمه گلی جایی هست که عتیقه هست، خب این مجسمه رو، این شی یا یک ساعت یا یک شی مثلا شیشه ای رو اگر کسی دزدی بخواد سرقت کنه، یا باید برداره یا باید بر نداره دیگه، بینابین نداریم بچه ها. این میشه کوله پشتی 0-1، حالت گسسته. اما کسی گندم، چقدر گندم برداری، میشه کوله پشتی حالت پیوسته. برای حالت پیوسته روش حریصانه میخونیم، برای حالت گسسته روش پویا براش میخونیم. و جالبه، بحث های خیلی جالبی هست، حالا بعد انشالله میرسیم. یه مفهومی به نام آنالیز استهلاکی رو با هم میخونیم که یه جورایی یه شبیه معدل گرفتن، البته با معدل فرق داره. یه جورایی اینه که اگر N تا عمل رو انجام بدیم و در مجموع این N تا عمل پشت سر هم در مجموع به اندازه TN زمان ببره، اگر این زمان رو بین این N تا عمل میخواستیم تقسیم کنیم، به هر کدوم چقدر میرسید؟ همچین چیزی. مثلا فرض کنید که عمل اول 1 ثانیه وقت گرفته، عمل بعدی 2 ثانیه وقت گرفته، عمل بعدی 3 ثانیه وقت گرفته. خب حالا ما اگر بخوام این شکلی بگیم که اولی 1 ثانیه، بعدی 2 ثانیه، بعدی 3 ثانیه، خب دقیق دونه دونه داریم میگیم. یک نفر میگه که نه، به طور متوسط بگو که 3 تا عملی که انجام دادی چقدر وقت گرفتن. استهلاکی یعنی پخش کن بین همش. اون وقت ما میگیم که در مجموع زمان این 3 تا، n مساوی 3 چون 3 تا عمل انجام دادم، در مجموع 6 ثانیه وقت گرفت. و خود n چنده؟ 3 هست، 6 سوم مساوی 2. پس من به جای این که بگم اولی 1 ثانیه، بعدی 2 ثانیه، بعدی 3 ثانیه وقت گرفت، میتونم دیدگاه خودم رو تغییر بدم، بگم که تک تک این عملها هر کدوم 2 ثانیه وقت گرفتن. به این میگن آنالیز استهلاکی. مجموع زمان اجرا رو پخش کن بین انتا عملی که انجام دادی، ببین هر عمل اگر به شکل استهلاکی نگاه کنی چقدر زمان برده. خب در آخرین بخش میایم سراغ الگوریتم های مرتبط با گراف. در مورد گراف ها که همیشه بچه ها از درس طراحی الگوریتم قطعا 2 تا یا 3 تا سوال در مورد الگوریتم های گرافی دارید و خیلی مهمه، بحث خیلی مهمی برای ما هست، پیمایش های BFS و DFS، مسئله درخت پوشای کمینه که پریم و کراسکال برای ما پیدا میکنن اونها رو معمولا، مسئله کوتاه‌ترین مسیرها که خودش البته 2 حالت داره، مبدأ مشخص داشته باشی، یعنی کوتاه‌ترین مسیر رو از خونه خودت به بقیه جاها بخوای، یا نه کوتاه‌ترین مسیر از هر جا به هر جا رو میخوای. این 2 حالت داره، مسئله کوتاه‌ترین مسیرهای تک مبدأ یا مسئله کوتاه‌ترین مسیرها بین هر جفت از گره ها. خب اونایی که تک مبدأ هستن با دکسترا یا بلمنفورد حل میشن، اونایی که از هر گره به هر گره بخوان معمولا با فلوید حلش میکنیم. روشی به نام جانسون هم داریم که روش خیلی خوبیه، البته برای گرافایی که تنک باشن، یعنی تعداد یالهاشون خیلی زیاد نباشه. این چند تا رو با هم دیگه میخونیم به علاوه کلی الگوریتم دیگه. حالا من اسم و رسم دارهاشو اینجا دارم مینویسم براتون، همشو نمینویسم. بعد مسئله شارع حداکثر، مسئله شارع حداکثر در حمل و نقل به کار میره. شبکه‌ای دارید که هر کدوم از خیابون‌هاش یه ظرفیتی برای استفاده دارن، مثلا این خیابون ظرفیتش 100 تن هست، بیشتر از اینو حمل نمی‌کنه، یا این ظرفیتش 50. بنابراین اگر من بخوام از مبدأ به مقصد بار برسونم، این میتونه 100 تا رو بیاره، ولی این بعداً نمیتونه 100 تا رو تحویل بگیره. اینه که از اینجا 50 تا در مجموع میشه رسوند. حالا اگر
مسیرها پیچیده تر از این باشن و بینشون ارتباطاتی وجود داشته باشه، اون وقت چطور بیشترین حد اکثر شاری که میشه از اسبتی رسون چقدره؟ این رو ما با کمک روش فولکرسون، فورد فولکرسون بررسی میکنیم و در نوع خودش الگوریتم خیلی جالبی هست. اینها بچه ها مسائلی هست که در مورد گراف ها ما میخونیم. موقعی که به این فصل میرسم، شما لازمه که وقتی به فصل 10 میرسیم، هنگامی که به این فصل میرسیم، لازمه که شما در درس ریاضیات گسسته گراف ها رو خونده باشید. پس پیش نیاز این فصل گراف های ریاضی گسسته هست. گراف های درس ریاضیات گسسته. اونجا فقط در مورد گراف ها اطلاعات جمع‌آوری می‌کنید، خود گراف ها رو می‌شناسید، ویژگی هاشون رو می‌شناسید، فرمول های ریاضیشون رو یاد می‌گیرید. در اینجا نه، در اینجا ما می‌خوایم از اون گراف ها برای کاربردهای روزمره استفاده بکنیم، الگوریتم روشون پیاده سازی بکنیم. فرقشون اینه، دو تا فاز مختلفن، ولی شما حتما باید بحث گراف ها رو در ریاضی گسسته خونده باشی تا بتونی این بحث خوب متوجه بشی. خیلی خوب. نظریه NP هم که یک نظریه در واقع ریاضیه بازم، که از دید بالا داره به ساختمان داده ها و طراحی الگوریتم نگاه میکنه، وارد ریزکاری ها و کاربرد ها نمیشه. در کل داره میگه که کلن مسئله ها کدوم هاشون از رده چند جمله ای، یعنی تونستیم در زمان N، در زمان N2، در زمان N3 اونها رو حل کنیم، کدوماش ثابت شده که غیر قابل حلن، یعنی امکان ندارد که تمام نخبگان دنیا هم که جمع بشن الگوریتمی پیدا کنن که فلان مسئله رو مثلا در زمان N2 بتونه حل کنه، و کدوماش هست که هنوز نمیدونیم که میشه یا نمیشه. این بحثا بحثای نظریه NP هست، بحثای دقیق هست که انشالله به موقعش میرسیم و با هم به عنوان آخرین بخش درس اینا رو مطالعه میکنیم. یک سوال هم معمولا دارید از این فصل. منابعی که ما توصیه میکنیم به شما، کتاب آیه قدسی، کتاب آیه دکتر قدسی رو حتما مطالعه بکنید عزیزان. این کتاب سوالات خوبی داره، سوالات مفیدی داره، سوالاتی که در این کتاب، مسئله هایی که در این کتاب مورد بحث قرار می گیرن، مسئله های کاربردی هستن، مسئله های جالب هستن، مسئله هایی که اگر خودشون هم مستقیما جز سوالات آزمون نباشن، دید به شما میدن برای سوالات آزمون و ذهن شما رو ورزیده می کنند. این کتاب از این نظر کتاب خوب و عالی هست. رفرنس ما هم که CLRS، کتاب آقای کورمن. CLRS بچه ها دقیقاً من با ترتیب CLRS دارم پیش میرم، یعنی سرفصل ها مثل CLRS و کامل هست، منبع کاملی هست. ما انشالله اگر شما متن انگلیسی CLRS بخون خیلی عالیه، اون وقت توی زبان تخصصی هم خیلی کمکتون میکنه. زبانش هم خیلی مثلا واژه هایی که در ساختمان داده طراحی الگوریتم برید خیلی ساده هست، روونه، خیلی به اصطلاح متن پیچیده ای نداره. واژگان، دایره لغات یا واژگانی که اینجا به کار میره، تقریبا مثل کتاب های ریاضی یه دایره لغات محدودی هست و خیلی خوبه تمرین این که شما خود رفرنس انگلیسی رو بخونید از روش. بسیار خوب. پس بچه ها به عنوان جنبندی من این رو دوباره توصیه میکنم بهتون، توصیه هایی که جدی باید بگیرید اگر میخواید که همراه کلاس پیش بیاید. توصیه جدی من چیه الان به نظرتون؟ دوره ریاضیات پایه را حتما حتما و حتما تهیه بکنید. حتما دوره ریاضیات پایه را تهیه کنید بچه ها. این به خاطر اینه که اگر این دوره رو شما تماشا نکنید، لابلای درس دادن من در ساختمان داده ها سوالاتی براتون پیش میاد که اون سوالات مربوط به درس ساختمان داده ها نیست، مربوط به دوره ریاضی پایه هست. مثلا اینکه این معادله لوگاریتمی چطور این شد این، نه اینها رو ببینید، دوره رو ببینید تا هم خودتون راحت تر باشید، هم سرعت ما بیشتر بشه. موفق و پیروز باشید انشالله تا بخش بعدی.